خب رفقا، با اجازهتون پس شروع کنیم دیگه. رفیقمون کامبیز، شما آماده این؟ بله، باش. خب رفقا سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالیم که امروز رفیقمون کامبیز رو مجددا در فورم داریم. ایشون مدتی بیمار و بستری بودن و هنوزم کاملا خوب نشدن. و قبل از اینکه رفقا بعد از من ایراد بگیرن چرا رفیقی رو که هنوز خوب نشده روش فشار گذاشتین که بیان و صحبت کنن، باید اعتراف کنم که تقصیر از من نیست، تقصیر از خودشونه. خودشون الان چندین ماه حتی موقعی که توی بستر بیمارستان بودن اصرار داشتن که بیان و صحبت کنن. واقعا پافشاری ماها بود که حداقل یه مدت صبر کنید، حالتون که بهتر شد تشریف بیارید، میتونیم به اصطلاح منتظر باشیم. ولی به هر حال خیلی خوشحالیم که ایشونو داریم، امیدوارم حالشون هرچه سریعتر به بهبود کامل برسه و ما بتونیم اون قولی رو که به رفقا دادیم چندین ماه پیش اجرا کنیم. اگر خاطرتون باشه یکی از تمهایی که گفتیم ما میخوایم در این اتاق دنبال کنیم بسا شکلگیری اندیشه خود مارکسه. ببینیم مارکس چه تغییر و تحولاتی در تفکراتش ایجاد شد که عاقبت منجر به انتشار مانیفست کمونیست شد. به صدا این دوره رو بررسی کنیم، چون از خیلی لحاظا به نظر بعضی از به صدا گرایش هایی که راجع به مارکس نظر دادن، این یه دوره کلیدیه، برخلاف خیلی ها که فکر میکنن مارکس به صدای گسست شناخت شناسانه بین جوانی و دوران بلوغش صورت گرفته. به نظر خیلی از ما، من جمله خود من، و میدونم تا اونجایی که آشنا هستم رفیقمون کامبیز، اعتقاد داریم که خیر، اتفاقا این دوره خیلی کلیدیه برای فهم مارکس به اصطلاح بالغ و خیلی از اندیشه هایی که مارکس در این دوره به اصطلاح بهشون رسیده میشه اثبات کرد در خیلی از نوشته ها و بحث ها و کارهای بعدیشون مجددا به اشکال مختلف به اصطلاح دوباره بازگو شده. بنابراین از نظر به هر حال آشنایی با اندیشه مارکس فکر کنم همه قبول داشته باشند که بررسی سیر تحول فکری خود مارکس بر اساس متون خود مارکس کار عمده ای است که همه ما باید بکنیم برای اینکه آشناشیم با این متفکر. و چند تا کتاب رو انتخاب کردیم به عنوان کتاب های کلیدی این دوره که بشینیم و بحث کنیم دیگه. اولیش بود همین نقد فلسفه حق هگل که رفیقمون کامبیز شروع کرد، ولی متاسفانه به خاطر همین گرفتاری و بیماری نتونست بخش دومش رو ارائه بده که امروز قرار بخش دومش رو ارائه بده. رفیق کامبیز در ضمن قرار بعد از اینکه این بحث نقد فلسفه حق هگل رو تموم کنن بپردازن به دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 1844 مارکس. منم اگر به اصطلاح بشه داوطلب شدم که راجع به تزای فورباخ و ایدولوژی آلمانی بعد از ایشون یه صحبتی بکنم. به هر حال چون این دوره‌ای که قرار بود ما اینا رو اجرا کنیم هی به تأخیر افتاد، هی به تأخیر افتاد، قبل از اینکه من بدونم رفیقمون کامبیز به اصطلاح این هفته میتونه صحبت کنه، دیگه گفتم من خودم تزای فورباخ رو شروع کنم، چون به هر حال یه موضوع مستقلیه، میشه به اصطلاح بعد که اونو بحث کردیم از اون زاویه به همین کتاب های اولیه هم باز دوباره نگاه کنیم. بنابراین منم قول، حالا اگر بشه اجرا کنم، بتونم اجرا کنم، حالا بعد از صحبت رفیقمون کامبیز ببینیم شاید بشه اون رو هم عقب انداخت به دلیل. به هر حال اگه لازم باشه این کار رو میکنیم، ولی فعلا قرار اینه که هفته بعدم من راجع به تزای فورباخ با رفقا صحبت کنم. خلاصه سرتون درد نیارم، امروز بخش دوم صحبت رفیق کامبیز رو میشنویم راجع به نقد فلسفه حق هگل و بعدش میتونیم سوال و جواب و بحث داشته باشیم. رفیقمون کامبیز محدودیت وقتی ندارین، هر مقداری که لازم بود برای اینکه بحثتون ارائه بدین در اختیار شماست.
اگر آماده هستین میتونین بفرمایین شروع کنید. خیلی ممنون، سلام عرض میکنم و با عرض معذرت از اینکه این مدت بحثمون به تعویق افتاد، این مریضی ما هرچی فکر میکردم که امروز خوب میشه فردا خوب میشه عقب میکشه. به هر حال گفتم با وجودی که ممکنه که خود لحن من بیمارگونه باشه و خسته کننده، ولی دیگه با اجازهتون میگیم هر جا هم که دیدین خوب رسانیست خودتون لطف کنین و متذکر بشین که من اصلاحش. بحث ما امروز راجع به انتقاد خاص مارکس به فلسفه حق. ممکنه سوالی که پیش بیاد برای رفقا این باشه که اولا چرا هگل، در ثانی چرا فلسفه حق هگل مورد بحث قرار گرفت. خود مارکس معتقده که هگل و البته بعد از مارکس خیلی ها، چه از مارکسیستا و چه از میون متفکرین غیر مارکسیست، معتقدن که هگل فیلسوف مدرنیته است. یعنی اگه شما میخواین مدرنیته سرمایه داری رو خوب بفهمین باید هگل رو بخونید. از طریق شناختن هگل و از طریق دیدن رابطه ابعاد مختلف بحث که تو نظر هگل هست، ما در واقع با رابطه ابعاد مختلف جامعه سرمایه داری و نهادهای اون و دیسکورسای متناظر با این نهادها مواجه میشیم و میتونیم اونا رو هم ببینیم هم اگه بخوایم مورد نقد قرار بدیم. یعنی نقد هگل در واقع نقد دیسکورس سرمایه دارانه و نهادهای جامعه سرمایه داره. این از یه نظر. یعنی شما وقتی هگل رو مورد انتقاد قرار میدین در واقع فقط یه بحث تئوریک نیست، بحث تئوریکیه که نهادهای متناظر با این تئوری ها رو هم به باد انتقاد میگیره. خب این یه جنبش، یعنی شما وقتی هگل رو نقد میکنید دارین سرمایه داری رو نقد میکنید. از طرف دیگه بس راجع به اینه که شما وقتی از طریق هگل نهادهای سرمایه داری رو مورد انتقاد قرار میدین، کدوم اثر هگل، کدوم کتاب هگل و کدوم دیسکورس هگل هست که از همه جا بهتر خصوصیت ویژه سرمایه‌داری رو مورد بحث قرار داده. و به نظر مارکس فلسفه حق هگل که این مسئله رو از همه جا بهتر مورد مداقه قرار میده. توی فلسفه حق که اسمش هم هست عناصر فلسفه ها، توی این کتاب هگل میاد اولا ویژگی اساسی سرمایه داری رو که جدایی خصوصی از عمومیه منشن میکنه، متذکر میشه. در ثانی اضافه بر این که این ویژگی رو نشون میده، تقریبا تمام نهادهای بورژوایی رو به ما نشون میده و میگه چجوری اینا فانکشن عملکرد دارن و این عملکردها چجوری همدیگر رو تغذیه میکنن. یعنی نشون میده که بازار چجوری خانواده رو تغذیه میکنه، خانواده چجوری دولت رو تغذیه میکنه، دولت چجوری مالکیت خصوصی رو تغذیه میکنه، مالکیت خصوصی چجوری بوروکراسی رو تغذیه میکنه. یعنی نشون میده که تمام این نهادهای جامعه بورژوایی وابسته به هم دیگه هستن و وجود یکیشون منوط به وجود دیگری، که خب اینم بحث خیلی عمیقیه و در واقع ما میتونیم بگیم هگل توی این کتاب از همه جا بیشتر نشون میده که چقدر بحثش بحث سیستماتیکه، نظاممنده و این بحث سیستماتیک کمتر دیگه بعدن دیده شده، کمتر متفکر یا فیلسوف دیگه ای وجود داره که
اینطور همه جانبه نهادهای جامعه سرمایه‌داری و بحثای تئوری که مربوط به جامعه سرمایه‌داری رو در ارتباط با هم دیده باشه و به نقد کشیده باشه. منتها یه مسئله دیگه که مارکس خیلی روش پافشاری میکنه و کمتر دیده شده توی متفکرین بعدی، این مسئله است که مارکس میخواد به ما نشون بده که توصیف هگل از سرمایه‌داری فقط توصیف نیست، بلکه توجیه هم هست. یعنی هگل سعی میکنه ضمن اینی که میگه سرمایه‌داری چه مختصاتی داره، بیاد برای ما یه حالتی رو جلوه‌گر کنه که ما باور کنیم که این نظام یه نظام عقلایی خردپسند راسیونله. یعنی هر نهادی که وجود داره توجیه داره، توجیه عقلانی داره و علت وجودش یه علت وجود عقلاییه. پس ما اگه طبق روش هگل بخوایم سرمایه داری رو بشناسیم، حتما باید به این مسئله هم باور بیاریم که تمام واقعیت موجود یه واقعیت خردپسندانه است، راسیونل، و باید قبولش. و حالا یه سری متفکرهایی هستن که بعد از مارکس اومدن و این قضیه رو اوپنلی گفتن، یعنی روشن و بدون رو درواسی از سرمایه‌داری دفاع میکنن. یه عده دیگه هستن که اونجور دفاع نمیکنن، ولی ای حرفشون میرسه به عقلایی جلوه دادن نظام موجود. حالا مثلا تو اقتصاد آدام سمیت و ریکاردو هستن، تو جامعه شناسی مثلا اسپنسره، توی روانشناسی فرویده. یعنی هر جا که شما بخواین مسئله رو بشکافین، میبینین اش در میاد که این چیزی که هست باید باشه و راه دیگه وجود نداره. بنابراین این جبر اجتناب ناپذیره. و آزادی میشه چی؟ آزادی میشه قبول این جبر، شناختن این جبر. پس با وجود اینی که هگل معتقده که غایت انسان، غایت تاریخ و غایت فلسفه آزادیه و همه تاریخ ما داره میره به طرف آزادی، منتها میخواد به ما بگه که این آزادی فقط توی دوران مدرن سرمایه‌داری است که تحقق پذیر میشه و ما اگه میخوایم فی‌الواقع بفهمیم که این آزادی رو به چه صورتی میشه به دست آورد، باید بشینیم بررسی بکنیم نهادهای جامعه موجود رو و ببینیم چطوره که در این نهادها سرمایه‌داری تحقق پیدا میکنه. حالا یه دسته بورژواهایی که بعد از هگل اومدن که شروع میشه با هگلی های راست، معروفن به هگلیان رایت هگلیانز و لفت هگلیانز. لفت هگلیانز یا هگلی های جوان اونایی بودن که از بحث هگل نتیجه رادیکال و انقلابی میگرفتن. هگلیان های راست یا محافظه کار اون هگلیان هایی بودن که از بحث هگل نتیجه دست راستی میگرفتن. و حالا مد شده که بیشتر همون هگلیانی های راست هست، منطقه به هگلیانی چپ هم داریم، مثل فوئرباخ، مثل برونو بایر، مثل خود مارکس، انگلس. خب حالا ببینیم بحث اینا چی بود و بحث خود هگل چی که به هگلیان به توجیه وضع موجود میرسه. هگل میگه که اگه ما بگیم که بخوام ببینیم یه تعریف
کلی و عمومی از آزادی داشته باشیم، آزادی رو باید بگیم اینی که آدم هر کاری که دلش میخواد بتونه بکنه و مانع و رادهی در مقابلش قرار نداشته باشه. خب این که آدم هر کاری دلش میخواد بکنه بتونه انجام بده، این چیه؟ این همون حق مجرده، حق انتزاعی. یعنی چی؟ یعنی من باید اهلیت داشته باشم که اولا مالک یه چیزی بشم، در ثانی این مایملک خودم هر جوری که میخوام درش تخت تصرف، ملک من نمیتونه در مقابل من ها و نبو کن. ملک من اون چیزیه که من بر اون سلطه مطلق دارم، دلم خواست میفروشمش، دلم خواست تغییرش میدم، دلم خواست هر کاری که دلم میخواد باش میکنم، چون اون شیه، اون آبجکته، سابجکت نیست. در نتیجه قدرت تصمیم گیری و قدرت اینی که رو حرف من ها و نبیاره نداره. خب پس اگر گفتیم که اولین شکل آزادی که به ذهن ما میرسه اینه که هر کاری دلمون میخواد بکنیم، که این آزادی خودشو در چیز نشون میده، در حق مجرد نشون میده، اون وقت باید بگیم که حق مجرد در رابطه انسان و شی تبلور پیدا. خب وقتی اینجا یه سوالی پیش میاد، اگر این رابطه رابطه انسان با شی که نمیتونه به انسان تاییدیه بده در مورد انسانیت، یعنی شی که خودش آبجکته نمیتونه یه سابجکت رو تایید بکنه در سابجکتیویتیش، نمیتونه به یه انسان دارای ذهن و قوه تصمیم گیری و استقلال بگه که بله تو توانایی اینو داری که مستقلا تصمیم بگیری و تابع اصل علیت نباشی. یعنی چی؟ یعنی اینی که وقتی که شما آبو میریزین که از سربالایی به سرپایینی میره، دیگه اون دست آب نیست که تصمیم بگیره، مجبور اون راهو بره. وقتی یه جایی رو آتیش میزنین از یه درجه حرارت بالایی که برخوردار بشه آتیش میگیره، نمیتونه تصمیم بگیره، تابع اصل علیت و تمام چیزهای دیگه که دیترمیند هستن، متعین هست. پس تو رابطه انسان و شی هم در واقع هیچ کدوم آزاد نیستن، برای اینکه شی دیترمیند هست و مطابق با اصولی رفتار میکنه که براش نوشته شدن، به اصطلاح سرنوشتش قلم زده شده، رقم زده شده براش، بنابراین قوه تصمیم گیری نداره. پس چیکار باید بکنه انسان؟ انسان به احتیاج به یه عرصه ای داره که توی اون عرصه دو تا حداقل سابجکت هستن که تصمیم میگیرن. این نیست که یکی سابجکت یکی آبجکت، یکی تصمیم میگیره یکی تصمیم نمیگیره. هیچ مانع و راده ای در مقابل تصمیم گیری ها وجود نداره. پس باید این باشه و این تو عرصه ای که ما با حق مطلق، حق مجرد و حق انتزاعی برخورد میکنیم، اینا هنوز وجود نداره، چون یه سر قضیه حد و مرز عینیه. پس باید بریم به یه عرصه ای که دو سر قضیه بی حد و حصر هست، نامتعین هست. خب بعضی ممکنه بگن که این عرصه اخلاقه، برای اینکه فقط تو عرصه اخلاقیاته که ما آزادیم. یعنی من میگم
من با اینی که میبینم شرایط سخته، ولی من آزادم که تصمیم بگیرم من به این شرایط ندم، آزادم. یعنی نمیتونم بگم من مجبور بودم برای همین رفتم یکی رو کشتم، نمیشه. تحت هیچ شرایطی من نمیتونم یا خیانت کردم یا دروغ گفتم. به نظر کسایی که معتقدن آزادی یعنی حد و حصر نداشتن، این قضیه اصلا قابل قبول نیست. یعنی هر موقع که من یه کاری میکنم خودم هم مسئول اون کار است و من آزادم که اون کار رو نکنم. و اخلاقیات اون عرصه درونی که با این آزادی سر و کار داره، یعنی با این قدرت تصمیم گیری بدون ملاحظه شرایط و عینیات و حد و مرزا. اگر اینا رو همه رو گذاشتیم کنار، اون تنها موقعیه که ما میتونیم بگیم که بله من دیگه الان تصمیمم یه تصمیم آزادانه است، یه تصمیمی نیست که به خاطر شرایط بیرونی یا شرایط درونی به من تحمیل شده. شرایط بیرونی خب میدونیم یه شرایطیه که آدم مجبور میشه یه کاری رو انجام بده یا به خودش میگه که من مجبور، ولی شرط درونی هم هست. یعنی شما ممکنه که فکر کنید امیالتون براتون غلبه کردن، غرایزتون بر شما غلبه کردن یا اشتها بر شما غلبه کردن. به هر حال بحث سر اینه که یه چیزی هست بیرون از اراده که اراده رو مختل میکنه، آزادی رو مختل میکنه، و اون چیز حالا یا میل، هوس، اشتهاست، غریزه است، هر چیزی میخوام اسمش رو بذاریم. مسئله اینه که این بود دیگه در واقع آزادی منو مختل میکنه و اراده منو تعیین میکنه، میشه متعین، نمیشه آزاد. بنابراین دیگه از اراده آزاد، از اینی که من چی میخوام میاد بیرون، دیگه من به چه کاری مجبور شدم. حالا ممکنه این نوع جبر رو کنار بذارم یه نوع جبر دیگه بگیرم، ولی بالاخره مجبورم، پس اینم آزادی نمیشه. آزادی موقعیه که من به هیچ عنوان نگم که من مجبور بودم این کار رو انجام. خب پس رابطه شیء و یعنی آبجکت و سابجکت نمیتونه به آزادی برسه. آزادی که میرسه آزادیه که به اصطلاح کامل نیست، نیم بند، گرفتار یه نوعی از حد و مرز. رابطه بین سابجکت و سابجکت هم تا جایی که باز موضوع بر سر یه آبجکتی هست بازم نمیتونه آزادیه واقعی باشه، آزادی مطلق باشه. پس میریم به مرحله سوم، یعنی توی مرحله ای که آزادی انسان، آزادی سابجکت، آزادی شخص به وسیله یه افراد دیگه ای که اونا هم آزاد هستن به رسمیت شناخته بشه. این به رسمیت شناخته شدنه که آزادی منو واقعا آزاد میکنه. یعنی اگر شما من بردت باشم و منو مجبور کردی که برم برات یه سر آب بیارم که خنکه، نمیشه گفتش که من آزاد بودم که این کار رو انجام بدم، نمیشه حتی گفت شما آزاد بودی که این کار رو انجام بدی. برای اینکه خود شما هم مجبور بودی از من اینو بخوای، نمیتونستی از یکی دیگه بخوای. پس هم آزادی شما محدوده، هم آزادی من من، هر دوتا متعینن، هر دوتا تعیین شدن به وسیله اون شیء بیرونی. حالا میگیم شیء بیرونی، یکی از اینا خودش رو شیء نمیدونه، ولی مهم نیست، مهم اینه که توتالی آزاد نیست. اون چیزی که بیرونه از منه، حالا اگه من بردم اون برده داره، ولی بازم اونم فقط میتونه در رابطه با من
این کار رو بکنم. به همین ترتیبم هم من در رابطه با اون. پس اینم به آزادی مطلق نمیرسه. فقط در شرایطی ما آزادی مطلق داریم که هر رابطه‌ای که ما داریم با هر نهاد، هر مؤسسه و هر انسانی که ما باش رابطه داریم، رابطه‌مون کاملا رابطه‌ای باشه شفاف، انسانی و سابجکت، که در واقع یعنی بشه اینتر سابجکت، یعنی رابطه بین دو تا سابجکت که از هیچ نظری محدودیتی برای دیگری نیست. این در واقع آزاد. خب حالا از این بحث تئوریک که هگل در مورد انواع آزادی مطرح میکنه، ما میرسیم به یه چیزی که معروف به آنالیز اینستیتوشنال، تحلیل نهادهایی که جامعه مدرن سرمایه‌داری رو می‌سازن. ببینیم اونا چجوری. هگل شروع میکنه از اینجا که ما اگه میخوایم بدونیم آزادی چیه و انسان‌ها چجوری میتونن به صورت سابجکت توی زندگی خودشون حضور کامل داشته باشن و تصمیمات خودشون رو بگیرن، مسئولیتش هم به عهده بگیرن و خودشون هم واقف باشن به اینکه این کار رو انجام دادن، این آدم ها باید در یه سری نهادها بتونن گرده هم بیان، که از یه جایی شروع میشه که اگه بخوام به هرم تشبیه بکنیم به سلسله مراتب، از پایین هرم، از تای سلسله مراتب شروع میشه تا میرسه به بالای سلسله. وقتی از تای هرم حرکت میکنیم، اولین نهادی که این قضیه رو ما درش میبینیم نهاد خانواده است. یعنی چی؟ یعنی اینی که شما در خانواده است که برای اولین بار با رابطه آدم ها با همدیگه برخورد میکنه. آدم ها همدیگه رو برادر و خواهر و پدر و مادر و فرزند و اینجور چیزا میبینن. و اینا چیه؟ این برادر، این خواهر، این پدر، این مادر چی هست؟ اینا رو نمیشه کامل گفت افرادن. اینا هنوز فرد نشدن. اینا اعضا هستن. یعنی اعضای خانواده. من با پدر خودم رابطه یه عضو خانواده رو دارم با یه عضو دیگه. به عنوان یه فرد دارای اهلیت من حضور ندارم تو این خانواده. یعنی من نمیتونم فردا سماور خونمون رو بردارم ببرم تو بازار بفروشم. میتونم این کار رو بکنم، ولی این کار جایز شمرده نمیشه. اگه میخوام یه چیزی رو بفروشم، باید به عنوان عضو خانواده این کار رو انجام بدم. بنابراین این کار من کاری نیست که من بتونم ادعا بکنم که در محدوده اهلیت من صورت گرفت. من تابع ولایت پدر و مادرم هست. حالا اگر خانواده سنتی در باشه، تابع ولایت پدر و مادر و برادر خواهرای بزرگتر از خودم. از اینجا ما اهلیت نداریم، ولایت داریم. من شایسته این امر شمرده نمیشم که برم چیزای خونمون رو بفروشم، مگر اینکه از طرف خانواده به من این اختیار داده شده باشه، که بازم اونجا به عنوان یه فرد این کار رو انجام نمیدم، بلکه به عنوان یه عضو خانواده انجامش میدم. پس عضو خانواده هنوز فرد نشده، ولی در ازای اینم از یه سری مزایا برخوردم. یعنی چی؟ یعنی اینجوریه که من به عنوان عضو خانواده از حمایت خانواده برخوردارم، از
امکان منه، کمکم میکنه که به آرزوام برسم، منم به خانواده همین کمک ها رو میکنم و سعی میکنم که براشون اون شرایطی رو فراهم بیارم که اینا احساس بکنن زندگی خوبی دارن، خوشبختن و یه آینده خوبی در انتظارشون. پس من به عنوان یه عضو خانواده کمک میکنم به اعضای دیگه خانواده که هم خودشون رو رشد بدن هم به آرزوهاشون برسن. به همین ترتیبم اونا به من کمک میکنن که این قضیه انجام بشه، یعنی به من کمک میکنن که من هم بتونم به آرزوام برسم، هم بتونم در خودم اون توانایی رو پرورش بدم که به وسیله اونا میتونم دیگران رو کمک کنم به آرزوهای خودشون برسن. پس خانواده این دوتا فانکشن رو داره و یه کمبودی هم داره که اجازه نمیده که فرد به وجود بیاد، متولد بشه، رشد بکنه و اهلیت پیدا بکنه و خودشو مستقل بکنه از این نوع جمع. فرد در خانواده هنوز فرد نشد، در خانواده به عنوان یه عضو عمل میکنه و عضو خانواده یعنی اون قطعه ای، اون پارتیکولاریتی، اون خودویژگی خانواده که هنوز اجازه استقلال عمل نگرفت و هر کاری که میکنه تابعی از تمایلات و انگیزه ها و اجازه و ولایت بزرگتر. خب این از خانواده. خانواده در طی اینی که داره این امکانات رو برای من فراهم میکنه و به من کمک میکنه که من خودم رو پیدا بکنم و به اونجایی برسم که آرزومه که میرسیدم، در عین این حال یه کار دیگه هم انجام میده همین خونه. که اون کار دیگه چیه؟ اون کار دیگه اینه که به اعضای خودش اجازه میده که ذره ذره انباشت بکنن اون توانایی ها و استعدادا و اون امکاناتی رو که در یک آینده نزدیکی اینا رو میبره توی اجتماع، توی بازار، توی جایی که بتونن تصمیم بگیرن برای خودشون، یعنی فرد بشن. پس فرد شدن یکی از اشکال برون رفته از خانواده است، یعنی از حالت عضو ما به فرد تبدیل میشیم و این هم یه چیزیه که در جامعه سرمایه‌داری صورت میگیره. یعنی ما آروم آروم در خانواده یاد میگیریم و تمرین میکنیم این استعداد رو در خودمون پرورش میدیم که به عنوان فرد عمل بکنیم، مسئولیت اعمال خودمون رو بگیریم، بتونیم اون کار رو بکنیم که دلمون میخواد بکنیم و مستقل از دستورات و ولایت دیگران. یعنی این نیست که بابای من چون به من اجازه داده من میرم این کفشایی رو که درست کردم میفروشم یا اون پیرنی رو که دوختم برای همسایمون میفروشم. نه، در بازار من این توانایی رو پیدا میکنم و این توانایی در من به رسمیت شناخته میشه که من فروشنده این کالایی هستم که ادعا میکنم من ساختمش یا من خریدمش. به هر حال این منم که تصمیم میگیرم اون کالای خاص رو به بازار ببرم و بفروشم یا مصرف کنم یا بدم کسی دیگه مصرف بکنه یا هر چی که در نظرم هست. یعنی چی؟ یعنی اینی که بعد از این من دیگه قیم نمیخوام، من دیگه
کسی نیست که ولایتمو به عهده گرفته باشه. من خودم اهلیت اینو دارم که زندگی اقتصادی خودم رو منیج کنم، کنترل زندگی اقتصادی خودم رو به عهده بگیرم. به جنبه های دیگه زندگی هم همین، ولی به خصوص این قضیه است، یعنی اهلیت خرید و فروش و دخل تصرف در مایملک خودم. پس به این وسیله اون پوسته خانواده میشکنه، میشکافه و از دلش جامعه مدنی، حالا هگل میگه منظورش بازار است، از دل اون بازار میاد بیرون، یعنی جایی که فرد اهلیت اینو داره که برای امور اقتصادی خودش تصمیم گیری کنه و بعدم وقتی تصمیماتش به هر نتیجه رسید مسئولیتش با خودشه نه با خانوادش. اگه جنسش خوبه یا خوب نیست، اگر به این قیمته یا به اون قیمته، اگر دیر و زود شده، هر چی که میشه مسئولیتش با خود فرده. پس اینجوری فرد خودشو از بطن خانواده بیرون میکشه و تبدیل میشه به یک نهادی که جدا از خانواده است، مستقل از خانواده است، تصمیم گیریاش منوط به اراده آزاد خودش هست. خب حالا که همچین امری صورت گرفت، یعنی تصمیم گیری های من دیگه دیترمین نبود، تعیین نمی شدن به وسیله چیزی بیرون از من، بلکه به وسیله خودم تعیین می شدن، من تا یه حد بیشتری از آزادی برخوردارم. تا این حد از آزادی برخوردارم که دوباره نباید برم از پدر و مادرم یا خواهر برادرای بزرگترم دستور بگیرم، اجازه بگیرم که بتونم یه معامله رو انجام بدم. اگه من تشخیص میدم که این معامله درسته و به نفع منه، من اجازه دارم که معامله رو صورت تحقق بش بپوشونم و دیگه اجازه کسی دیگه لازم نیست. پس من دیگه صغیر نیستم، من یه آدم بالغیم که اجازه داره و میتونه و مسئوله برای اعمالی که انجام میده. این عرصه، عرصه‌ای که فرد درش عمل میکنه و مستقل از خانواده است، هگل میگه عرصه بازاره، عرصه جامعه مدنی. توی این عرصه هست که فرد موفق میشه برای اولین بار دنیای سابجکتیو خودش رو اکسپلور بکنه، به کشف اون توانایی بپردازه که خاص این فردن، خاص جمعش نیستن، خاص گروه اولیه‌ای که بهش تعلق داشت مثل خانواده نیستن، بلکه خاص این فرد ویژه هستن. و به این دلیل ما این عرصه رو بهش میگیم عرصه اقتصادی، عرصه جامعه مدنی. پس ما از خانواده حرکت کردیم که یک نوع اجتماعیتی بود که درش فرد وجود نداشت، رسیدیم به عرصه جامعه مدنی یا بازار که توی اون ما با یک نوع از اجتماعیتی سر و کار داریم که درش فرد وجود ندارد. یعنی شما وقتی تو بازار عمل میکنی، به قول اسمیت، شما فکر نمیکنی که من این کفشا رو تولید کردم که دلم میسوزه برای مردم پا برنه را برن پاشون زخم بشن، یا این نون رو تولید میکنم برای اینکه آدم ها گرسنن شکمشون سیر بشه، یا این لباس ها رو میدوزم برای اینکه فکر میکنم این آدم ها احتیاج دارن که گرم باشه بدنشون،
و اونجوری سرما میخورن. هیچ کدوم اینا نیست. اصلا کانسیدریشن، ملاحظات اخلاقی در این قضیه نیست. و ملاحظات اخلاقی اتفاقا اون چیزایی هستن که کار منو مختل میکنه. چرا؟ برای اینکه آزادی منو متعین میکنن، دیترمین میکنن، تابع اصل علیت میشن. من برعکسه، من کاری رو که میکنم فقط برای اینه که معتقدم این به نفع منه. تنها ملاحظه ای که من باید داشته باشم اینه که کاری که میکنم آیا برای من منافعی داره یا منافعی نداره. و این عرصه ای که درش این نوع اهلیت عمل میکنه رو ما بهش میگیم عرصه بازار، عرصه خصوصی و جامعه مدنی. پس انسان در عرصه خصوصی هیچ ملاحظه‌ای، هیچ نوع ریگاردی، هیچ نوع پروای دیگری نداره. فقط حواسش به اینه که من حد اکثر استفاده رو ببرم و حداقل پروتکشن رو برای دیگری داشته باشم، کاری بکنم که به من حد اکثر سود برسه. حالا این حد اکثر سود رسیدن چه ضرری داره اون دیگه به من مربوط نیست، البته در محدوده ای که این قضیه رعایت بشه. یعنی من حد اکثر سود بردنم مانعی در جهت حد اکثر سود بردن دیگری نباشه، یعنی همه بتونن در این بازی شوم شرکت کنن، یعنی هر فردی بتونه طوری در تولید و مبادله کالاها دخالت کنه که بتونه حد اکثر سود رو ببره و حداقل زیان رو بکنه. که اینو ما بهش میگیم فردیت. بنابراین وقتی از فرد صحبت میکنیم توی جامعه سرمایه‌داری که مطابق با مفهوم مدرن و مفهوم بورژوایی از فرده، دو نکته خیلی مهمه برامون، یکی عقل، یکی خودمختاری ارادی. یعنی اولا من باید با عقل ابزاری دخالت کنم تو این عرصه و ببینم آیا عقل من به من میگه این کار درسته، خردپسنده. خردپسندم یعنی به من اون منافعی رو میرسونه که عقلم میگه میرسونه، یا اینکه نه اینطور نیست، خردپسند نیست. دوم اینه که آیا من آزادم که همچین تصمیمی بگیرم، یا اینکه تصمیم گیری من از روی زور بوده. اگر تصمیم گیری من از روی زور باشه، و البته این زورگویی هم در جهت فرماله، یعنی من از نظر فرمال برده باشم، وگرنه اگر شما بیاین و به من بگید که تو آزادی بگی نه، ولی اگه گفتی آره، یعنی موافقی که من تو رو بکنم برده خودم برای 8 ساعت، 10 ساعت، 5 ساعت، هر چقدر. اگر گفتی آره، اون وقت من میتونم تو رو برده کنم و این اشکالی نداره. اگر گفتی نه، ای که من نمیتونم. بنابراین آزادی محدود به فرمالیتیه. در فرم قضیه باید شما آزاد باشی که آو نه بکن. در محتواش نه، نمیتونی. فقط میتونی بگی من نمیتونم. پس توی عرصه جامعه مدنی هم آزادی محدود میشه به چی؟ به اینی که از نظر عقلی، یعنی خردپسند باشه این کاری که میکنی، خردپسندم به معنای هدف و وسیله، و از طرف دیگه اراده من آزاد باشه، یعنی از نظر فرم من اجازه داشته باشم که هاونه بکنم در قراردادی که میبندم.
از تمام مقولات حقوقی که در عرصه حقوق مدنی کاربرد دارند در این حیطه قرار می گیرند، یعنی قرارداد، شخص حقوقی، اهلیت حقوقی، آزادی فرمال، اراده آزاد، همه این حرفا در محدوده حقوق مدنی جا می گیرند و مبنای مادیشون میشه تولید کالایی، جامعه اتمیزه و فردی که هیچ نوع کانسرن و پروایی برای دیگران نداره، فقط فکرش اینه که چجوری از اونا استفاده بکنه. خب اینم شد عرصه جامعه مدنی. حالا هگل میره به اینی که خب تو عرصه خانوادگی اصلا فرد نه، عضو خانواده. تو عرصه جامعه مدنی یه نوعی از فردیت وجود داشت که ایگوتیستیک و اتمیزه و خودمحور بود و ضد افراد دیگه کار میکرد. تا جایی شما میتونستی از فرد صحبت بکنی که این فردیت مغایر با آزادی و خودبودگی دیگران باشه. پس اینم آزادی به معنای واقعی کلمه نیست. چاره چیه؟ به نظر هگل چاره در دولته، در کشوره. هگل معتقده که یه سری نهادا هستن که وظیفه‌شون میونجیگریه بین خصوصی و عمومیه، فرد و جمع، آزادی و ضرورت. این نهادهایی که میونجیگر این دوتا عرصه هستن نهادهایی هستن که متعلق به جامعه سیاسی هستن و هگل میاد این نهادها رو میذاره تو عرصه اتیکس در مقابل مورالیتی. مورالیتی با دنیای درون فرد کار، ولی اتیکس به نظر هگل کارش با دنیای آداب و رسوم و مناسک و مقررات و سنت ها و ایناست، یعنی اون موازین حقوقی و اخلاقی که حالا تبدیل شدن به آداب و رسوم، به مناسک، به چیزایی که مردم رعایتش میکنن، نه به خاطر صرفا اینی که مجازات داره. چون در حقوق اینجوری بود، در حقوق اگر شما میرفتین و مال یک کسی رو بدون اجازه اون بر میداشتین میبردین مصرفش میکردین، شما مجازات میشد. یه بخشی از این که این کار رو نمیکردین به خاطر مجازات. در اخلاق اگر شما یک کاری میکردین که با موازین اخلاقی نمیخون، شما دچار احساس گناه می و این احساس گناه مجازات درونی بود که برای آدمی مقرر میشد که موازین اخلاقی رو گذاشته زیر پا. پس خواه در عرصه اخلاق، خواه در عرصه حقوق، ما با مجازات مواجه است و هر نوع زوری یا هر نوع ناراحتی درونی، عذاب وجدانی نیست که تبدیل میشه به حقوق وقت، فقط یه نوع خاصیش، اون نوعی که در شخص احساس گناه ایجاد میکنه یا اینی که فرد و وادار میکنه که یه بخشی از آزادی یا یه بخشی از مایملکت خودشو از دست بده. ولی توی سرمایه داری ما یه سری نهادهای دیگه داریم. اون نهادهای دیگه مثل اتحادیه‌های صنفی، مثل احزاب، مثل پارلمان، مثل گروه‌های مختلف حرفه‌ای و هزار تا چیز دیگه اینجوری، اینها نهادهایی هستن که کارشون چیه؟ کارشون اینه که اون فرد اتمیزه جامعه مدنی که صرفاً دنبال منافع خصوصیه خودش بود رو
پیوند میدن با اجتماعیتی که یه مقداری اونورتر از منافع خصوصی و خودمحورش رو میبینه. یعنی پیوند میدن به یه نوعی از اجتماعیت که میره بیاند فردی، میره اونور فردی. یعنی اگر من در جامعه مدنی بقالم و فقط حواسم اینه که پنیرم رو بندازم به شما و بیشترین پول ازتون بگیرم، در اتحادیه صنفی بقالا به من گفته میشه که نه ما همه بقالیم و باید از منافع عمومی بقال بودن دفاع بکنیم. و منافع عمومی اینه که مردم بگن بابا بقالا پنیرشون قابل اعتماده، به هر دلیلی این پنیر رو میفروشن یه دلیلی داره. و از کجا میدونیم اینو؟ از اینی که صنف بقالا میره و نظارت میکنه که اینا که اینا این جنسی رو که فروختن واقعا همونی هست که دارن میفروشن، وزنش همونه، قیمتش همونه، چربیش همونه، میکروب نداره، هرچی. به همین ترتیب راجع به کفش و کلاه و غیره. پس وقتی که ما از این قضیه صحبت میکنیم، یعنی از اینی که اتحادیه‌های صنفی چه رولی دارن، ما میگیم اتحادیه صنفی نه کاملا اجتماعی هست نه کاملا فردی هست. فرد و جمع هر دو توی اتحادیه صنفی وجود داره و هر دو به هم دیگه به چشم انسان نگاه میکنه، یعنی هر دو هم دیگه رو سابجکت میبینن، هم عضو اتحادیه صنفی هم خود اتحادیه که به اعضاش نگاه میکنه، هر دو تا متوجه این قضیه هستن که ما سر و کارمون اینجا با یه انسانهاییه که این انسانها مسئول اعمالشون، میدونن چه کار دارن و این کاری که میکنن ارزشمنده از نقطه نظر انسانی. یعنی ارزشمندی در این نیست که پنیرش خیلی مرغوب و آدم رو خوشش میاد، اگرچه اونم هست، ولی قضیه این نیست که فقط یه پنیر خوشمزه، بلکه قضیه اینه که ادعاهای این آدمایی که توی این اتحادیه صنفی جمع شدن معتبره. یعنی آدمایی که تو اتحادیه صنفی جمع شدن میتونن ادعا کنن که ما پنیر خیلی خوبی رو با قیمت مناسبی که فقط این مارجین پروفیت، این حد از سود درش گنجانده شده رو میاریم تو بازار و میفروشیم و پولش هم میره تو جیب تولید کننده های پنیر و اون کسایی که مسئول مبادله و توزیعش هست. پس نه پولش گم و گور میشه، نه پنیره از یه جای مشکوکی اومده و نه هیچ کنون از ادعاها قابل رد کردنه. اگر رد بشه اون وقت اتحادیه مسئولیه. پس میبینیم که این اتحادیه که یه نوعی از اجتماعیته، در واقع یه حدی از کنترل رو بر فرد اعمال میکنه. حالا هگل که میگه اصلا خود مبادله هم اینو داره، یعنی وقتی من یه کالایی رو میارم به شما میفروشم، خب در نظر دارم که این کالا رو دارم به شما میفروشم. پس اینی که من این کالا رو دارم به شما میفروشم، در واقع در به یه نوعی در نظر گرفتن شماست. این نیست که این کالا به هر کسی در هر جایی میتونه فروخته بشه. پس این هم در نظر گرفته میشه. به همین ترتیب تقسیم کار، سن سمیت که توضیح داده برای ما که هر آدمی وقتی میره تولید میکنه و در تقسیم کار اجتماعی شرکت میکنه، در واقع دو کار در این حال داره انجام. از یه طرف دنبال منافع خودشه، یعنی از روی خیرخواهی نیست که کالاهای مختلف رو تولید میکنه، بلکه
از روی اگویزم و خودخواهی و دنبال کردن منافع خودشه میره اینا رو تولید میکنه که سود بیشتری به دست بیاره. ولی در عین حال این آدمی که داره اینا رو تولید میکنه که سود بیشتری به دست بیاره، خودشم در ارضای تمایلات دیگران و اینی که دیگران بتونن منافعی ببرن از این تولید دخالت داره. پس هم منافع خودش رو دنبال میکنه، هم ندونسته خدمت میکنه به ارضای تمایلات دیگر. پس این نیست که آگاهانه این کار رو انجام میده، بلکه مسئله اینه که این کار رو انجام میده به خاطر خود نهاد تقسیم کار. یعنی درست اون تضادی که در تمام عرصه های جامعه سرمایه داری دیده میشه اینجا هم هست. یعنی تو جامعه سرمایه داری آدم ها کارها رو انجام میدن، ممکنه با یه نیات خصوصی متفاوتی، ولی نیات عمومیشون همون نیاتیه که منجر به این میشه که اینا بتونن اون کارها رو به ثمر برسونن و به منافع عمومی هم خدمت کنه، بدون اینی که اول کار تو نظرشون این بوده باشه. یعنی ممکن اونا از اینجا حرکت کردن که ما فقط منافع خودمون رو در نظر میگیریم، ولی چند در عمل این صورت نگیره. حالا با این بحثی که کردیم، رابطه این سه تا قضیه رو با هم دیگه دیدیم، یعنی رابطه خانواده و جامعه مدنی و دولت. این سه بخش از کتاب نقد فلسفه حق. چند تا بخش دیگه هست که به همین اندازه مهم و من فکر میکنم الان خسته شده باشین، من دفعه دیگه شاید اینو بگم، اگر نه هم همین دفعه خدمتتون خواهم. یکی مسئله متدولوژیه و نقد مارکس به فلسفه که قسمت اول کتاب اینه که مارکس میخواد توضیح بده که چرا فلسفه هگل خواهی نخواهی به توجیه وضع موجود میرسه. یعنی دیالوگ، نقد مارکس به دیالوگ. دوم مسئله مالکیت خصوصیه که در صحبتی که راجع به کشاورزی و زمیندارا داره از مسئله مالکیت خصوصی صحبت میکنه و نشون میده چرا این مظهر بیگانه. سوم مسئله بوروکراسی، کارمندهای دولت یا به طور کلی نظام کارمندی، و اونجا نقد میکنه و توضیح میده که این به چه نوع تفکر و چه نوع اجتماعیتی میرسه. این سه تا مسئله رو امروز نرسیدم بگم، حالا اگر مایل باشید توی همین امروز میگیم، اگر زیاده که فکر میکنم زیاده، دفعه دیگه که خواستیم صحبت کنیم خلاصه میکنیم بحثمون رو. خیلی ممنون.